سلام. با نگاهی به تحولات این روزها با جهانی ناآرام روبرو می‌شویم، جهانی با درگیری‌های سخت با پاندمی کرونا که این روزها توزیع واکسن اون بیشترین حجم اخبار رو به خودش اختصاص داده. میهن ما ایران علاوه بر درگیری با انبوه ناملایمات و بحران‌ها، همزمان با این بیماری همه‌گیر هم دست و پنجه نرم می‌کنه. بیماری که همراه با فقر فزاینده فشار مضاعفی بر هموطنانمون وارد کرده و می‌کنه. اما قطعاً این سختی‌ها در درون خودش یک گشایش پایدار برای مردم ایران خواهد بود. گشایشی که چاره همه مشکلات جامعه ما خواهد بود و قطعاً در آینده روشن ملت ایران در مقابل مشکلات و بحران‌ها مانند امروز بی‌دفاع نخواهد بود و به بهترین شکل اونها رو مدیریت خواهد کرد. در مجموعه تیک تاک امروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و رویدادها. برنامه‌های امروز: نامه کارشناسان سازمان ملل به رژیم ایران در مورد تابستان خونین 67 و پرده برداری از این جنایت بزرگ علیه بشریت. توضیحات خانم شیرین نریمان از آمریکا در مورد بازتاب گسترده مطبوعاتی این رویداد مهم. رسانه‌های حکومتی و جنگ بی‌پایان و فزاینده باندهای درونی رژیم. بخش رسانه‌های حکومتی تیک تاک و تصویری از آخرین وضعیت سیاسی ایران. مهمان عجیبی از دریاها، ماهی که هم کوسه است و هم یوزپلنگ. بخش رسانه‌های جهان تیک تاک و رونمایی از کوسه ماهی یوزپلنگی. امتناع از خرید واکسن توسط نظام، علت چیست و چه سیاستی دنبال می‌شود؟ بررسی بی‌عملی رژیم در قبال تهیه واکسن در گفتگوی سیاسی تیک تاک. بگذارید سخت بر سرتان آوار شود. سیل همه زندگیتان را ببرد. جای نگرانی نیست. مسئولین نظام فکر همه چیز را کردند. نگاهی طنزآمیز به عملکرد مقامات نظام در برابر مشکلات مردم در بخش طنز روزنامه‌های حکومتی. همراه ما باشید در این مجموعه از برنامه‌های تیک تاک. همونطور که اطلاع دارید، پس از سالها تلاش مقاومت ایران، در هفته گذشته 7 تن از کارشناسان یعنی گزارشگران ویژه سازمان ملل در یک اقدام بی‌سابقه به رژیم آخوندی هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این رژیم در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر رژیم به سوالاتشون پاسخ نده تقاضای تحقیقات و حسابرسی بین‌المللی خواهند کرد. برای بررسی این موضوع و بازتاب اون در مطبوعات بین‌المللی گفتگوی داشتیم با خانم شیرین نریمان از آمریکا و ازشون خواستیم که برامون توضیح بدن از بازتاب نامه مهم کارشناسان سازمان ملل در مطبوعات. با سلام و خسته نباشین و به شما و به بینندگان عزیزتون و با تشکر از اینکه به من یک بار دیگه فرصت دادین که در خدمتتون باشم. اولین گزارش AFP در روز 9 دسامبر هستش که تحت عنوان سازمان عفو فشار سازمان بین الملل به ایران رو برای کشتار مخالفین در سال 88 رو تحسین میکنه. در این گزارش اومده که اشاره میکنه به این نامه که کارشناسان سازمان ملل نامه‌ای به دولت ایران فرستاده و خواستار پاسخگویی در مورد قتل عام مخالفین در سال 88 شده.
گروه های مدافع حقوق بشر از جمله اف مدت ها بوده که دنبال این کشتار 88 بودن و بالاخره الان به نقطه رسیدن که اون رو اقدام به عدالت میدونن. این اشاره میکنه که این اعدام ها در اواخر جنگ، روزهای آخر جنگ ایران و عراق شروع شده و به طور مشخص اسم میاره که این کشته شده ها عمدتا طرفداران و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند و سازمان عفو بین الملل ایران رو به پنهانکاری سیستماتیک در مورد شرایط مربوط به مرگ و محل نگهداری اجساد متهم میکنه. این نامه البته در ماه سپتامبر نوشته شده ولی الان به طور در اختیار عموم قرار گرفته. این گزارشگران اصرار دارن که تحقیقات کامل و مستقل و همچنین گواهی‌های مرگ دقیق برای اعضای خانواده ها ارائه بشه. اونها گفتن که ما نگران هستیم که این وضعیت به جنایت علیه بشریت تبدیل بشه. فهم کنم مهمترین چیزی که در این گزارش هستش اشاره به کمیسیون مرگ هستش و در اون به طور مشخص اسم میارن که چه کسانی در این کمیسیون های مرگ حضور داشتن، من جمله ابراهیم رئیسی که وزیر کنونی دادگستری هستش و مصطفی پور محمدی که وزیر سابق دادگستری بوده، داین الچاوی معاون مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا. این نامه رو به عنوان دستیابی به یک موافقت مهم میخونه و پیامی که برای این قطع ارسال کردن این هستش که این دیگه نمیتونه بدون رسیدگی به مجازات باشه. من فهم کنم این قسمت مهمشه که به اینجای رسیده که بدون رسیدگی و مجازات نمیتونه باشه. به گفته این در این مقاله اومده که هزاران نفر به دستور خود خمینی در سال 88 در اواخر جولای کشته شدن به دست رژیم و اکثریت آنها هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق بودن و اون رقم تا 30,000 نفر میتونه باشه. اف در گزارش 2018 خودش گفته بوده که مقاماتی از جمله ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی در این کمیسیون ها بودن و اینها تا قبل از 2016 یک مقدار این مسئله تابو بود در مورد صحبت کردن، ولی بعد از اینکه فایل صوتی آیت الله منتظری علنی شد دیگه همه در موردش به طور مشخص و به طور واضح صحبت میکنن. در یک مقاله دیگه‌ای که من انتخاب کردم، مقاله هستش توسط آقای کن بلکویل نوشته شدن. آقای کن بلکویل مقاله طولانی هستش ولی مقاله خیلی خوبی هستش. ایشون از سفیر ایالات متحده در دوران جورج بوش و بیل کلینتون در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بودن. پس ایشون خودشون یکی از متخصصین هستن و ایشون این مقاله رو در روز جهانی حقوق بشر نوشتن و میگن که سازمان ملل باید توجه ویژه‌ای به سوء استفاده‌های منظم و مداوم در ایران داشته باشه. ایشون هم به همین نامه و به همین گزارش اشاره میکنن و میگن که باید تحقیقات عمیق و مستقل در این زمینه شروع بشه و ایشون در این حال میگن که اعدام‌های مخفی فراقضایی در سال 88 دیگه نمیتوان بدون رسیدگی و مجازات باقی بمونه و اشاره میکنن باز هم که بیش از 30,000 نفر در سال 88 اعدام شدن و این رو اعلام میکنن که از اوایل سال 2018 قیام‌های ضد دولتی در سراسر کشور آزاد شروع شد در ایران. در نوامبر 2019 شاهد این گسترش بیشتر این قیام‌ها بودیم ولی به طور خیلی وحشتناکی توسط رژیم ایران سرکوب شدند.
اون ایشون میگن که مردم شعار مرگ بر دیکتاتور رو در سرتاسر کشور دادن، ولی در بیش از 200 شهر این به طور بسیار شریرانه این تظاهرات ها سرکوب شد که همه اونها با دستور خود علی خامنه ای و سپاه پاسداران IRGC انجام شد که با شلیک که مستقیم گله به مردم رو سرکوب کردن. و ایشون اشاره میکنن که شورای ملی مقاومت از مخالفین اصلی اینها هست، این رژیم هست، و گزارش های بسیار وسیعی در مورد کشتارهای و سرکوبهای 2019 ارائه دادن و اونها بودن که آمار 1500 نفر رو دادن، 1500 نفر صلح طلب و اسامی بسیاری اعلام کردن. و ایشون حتی اشاره میکنه به این که با رژیم به طور مشخص حتی در این دوران ویروس کرونا داره استفاده ابزاری میکنه از کرونا که به زندانی ها رو بیشتر به این صورت زندانی ها رو از بین ببره. و اعلام میکنه که به گفته شورای ملی مقاومت در ایران بیشتر 180 هزار نفر جانشون رو بر اثر کرونا از دست دادن و این تنها مربوط به آمار رژیم نیستش. ایشون حتی اینو میگن که اگه جامعه جهانی در واکنش به قتل عام 1988 اون موقع اقدام کرده بود، در حال حاضر در 2018 و در 2019 ما شاهد سرکوب وحشیانه رژیم روی مردم نبودیم و الان زمان این رسیده که جامعه جهانی توجه خیلی دقیقی داشته باشه و به سوء مدیریت های عملی رژیم ایران توجه کنه و روش فشار بیاره. خب ایشون تو این مقالهشو میگن که خود مقامات ایران هشدار میدن که یک خیزش بسیار بزرگتر در افق هستش و این برای این مهمه که در حال حاضر جامعه جهانی، سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فاجعه‌های بیشتر حقوق بشر در ایران الان اقدام بکنن و رژیم رو به خاطر جنایت‌هایی که مرتکب شده برای ارجاع پرونده‌های حقوق بشر رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی و اقدامات بیشتر خودش سازمان ملل اقدام بکنه و خودش رو مسئول بدونه که به رژیم ایران فشار بیاره برای اینکه بتونیم جلوگیری از کشتارهای آینده بکنیم. و همینطور میگن که رژیم ایران همچنان از ادامه تعهدات خودش تحت عنوان قوانین بین المللی حقوق بشر امتناع میبرزه و از جامعه بین الملل میخوان که برای بررسی موارد از جمله از طریق ایجاد تحقیقات بین المللی این اولین گام ضروری برای پاسخگویی رژیم در قبال جنایت هولناک علیه بشریت رو بردارن. یعنی همه اینها به این برمیگرده که اگر جهان در برابر ایران در سال 88 ایستاده بود، الان میتونست الان باید اقدام بکنه تا بتونه جلوگیری از جنایت‌های آینده رژیم باشه. با تشکر از شما که به من این فرصت رو دادید.